درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 28 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان و میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و با درود بی پایان به تمام بینندگان کانال گرانمایه ارزشمند شما. خیلی شادمانم که بار دیگر در خدمت شما و هممیهنانمون در سراسر جهان هستم. ما هم همینطور سپاسگزارم از اینکه وقت میذاری و ما رو واقعا بهرمند میکنی از این دانش وسیعت در زمینه تاریخ. گوش میکنیم به صحبت شما، ادامه بحث رو پی میگیریم. رسیدیم به فکر کنم شروع سلطنت ناصرالدین شاه. بله. ناصرالدین شاه قاجار یا به اصطلاح سلطان صاحب قران در واقع یکی از بحث‌انگیزترین و مشهورترین پادشاهان قاجار هستش. اصلا قسمت بیشتر سلطنت قاجار به ناصرالدین شاه اختصاص داره که چیزی در حدود 48 سال خورشیدی و در حدود 50 سال قمری بر ایران حکومت میکنه. دوران ناصرالدین شاه دوران به نوعی میشه گفتش که بسیار پرتلاطمی از لحاظ اجتماعی، دورانی است که با ظهور بهاءالله میشه، بعد درگیری هایی که حکومت ناصری یا حکومت قاجار با بابی ها پیدا میکنه، کشت و کشاهای زیادی صورت میگیره، بعد دوره که اصلاحات عظیمی شروع میشه توسط نخست وزیرش یا صدر اعظمش امیر کبیر که اگر این اصلاحات ادامه پیدا میکرد و امیر کبیر با اون ماجراهای فاجعه بار از بین نمیرفت، امروز جایگاه ما و مردم ایران کلا متفاوت بود و ما در یک دوران دیگری و یک سطح دیگری زندگی میکردیم. شاید الان میشد ایران رو با ژاپن یا کشوری مانند مثلا سوئد و آلمان مقایسه کرد. دوره ناصرالدین شاه دورانی است که حالا یک سری از سازماندهی های غربی محصولات تکنولوژیک غرب برای اولین بار به ایران وارد میشه. به عنوان مثال دوربین عکاسی، تلگراف، حتی برای اولین بار در دوره ناصرالدین شاه به اصطلاح اسکناس چاپ میشه، دستگاه های به اصطلاح خیلی دقیق ضرب سکه وارد ایران میشه، اولین بار تمبر در همین دوره چاپ میشه و روزنامه وقایع اتفاقیه که دفتر توسط امیر کبیر وارد شد و همچنین اولین بار چراغ گاز به ایران میاد و راه آهن همچنین و همچنین سازهای موسیقی غربی مانند پیانو، بعد سازمان ثبت اسناد، ببخشید اصلا بحث ثبت اسناد در همین دوره مطرح میشه، بانک اولین بار داریم که بانک در ایران افتتاح میشه، بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی، پلیس، نیروی دریایی و سالن تئاتر که در همون تکیه دولت معروف در واقع افتتاح میشه، مدرسه به سبک جدید، مدرسه چه دخترانه چه پسرانه و دانشگاه که همون یا همون دارالفنون که برای نخستین بار به همت امیر کبیر در واقع به اصطلاح شکل میگیره و همچنین ارتش مدرن به معنی امروزی، خب اولین بار به درخواست ناصرالدین شاه از روسا بریگاد قزاق رو درست میکنن، بریگاد قزاق که در واقع این بریگاد قزاق خب میدونی که بعدها رضا شاه بزرگ در قصد همین درون بریگاد قزاق بیرون میاد و اولین لوژ فراماسونری مدرن هم در 1239 در ایران در همین دوره ناصرالدین شاه افتتاح میشه و همچنین این ناصرالدین شاه یک میشه گفت برخلاف پدرش و برخلاف پدر بزرگش عباس میرزا راه فتلی شاه رو میره، هم در به صلاح زنبارگی و هرزگی و هم در به صلاح اهمیت دادن به ملایان شیعه، باز کردن دست و پای اونها در مملکت و اهمیت دادن به محرم، ترویج محرم
و حتی نوسازی و بازسازی چندین تن از امامان شیعه توسط نوسازی حرمشون در واقع آرامگاهاشون در کاظمین مثل حرم امام حسن عسکری، امام حسین، حتی خود نجف، امام علی و حتی ببخشید و مشهد هم باید بگیم. و همچنین جالب بدونید ایامی مانند قدیر خم، روز سوم رجب، تولد امام اول شیعیان و نیمه شعبان، این سه روز هر ببخشید عذر میخوام سوم رجب من اشتباه کردم، 13 رجب، این ایام در واقع توسط ناصرالدین شاه به عنوان جشن ملی اعلام میشه، که البته این بالو پردادن به ملایان بعدها به نوعی گریبان خودش رو هم میگیره در ماجرای تنباکو و ملایان میان و باز هم بعد از فتلی شاه ابراز قدرت میکنن و حتی وادارش میکنن که قراردادی که با رویتر بسته بود، همون کسی که در خبرگزار رویتر رو بنیان گذاشته، بارون جولیوس رویتر، رو مجبور میشه قرارداد چون انحصارش رو کلا به این آقا داده بود و این آقا میره به سر، ببخشید بازاریان میرن که در واقع سرمایه دارایی که کار تنباکو میکردن در ایران میرن متوسل میشن به میرزای شیرازی که این کار بازار ما، تجارت ما رو ناصرالدین شاه با این قرارداد متوقف کرده و میرزای شیرازی هم اون فتوای معروف رو میده که میگه که الیوم استعمال تنباکو حرام است و به منزله محاربه با امام زمان محسوب می شود، که این اصلا زلزله‌ای به وجود میاره، کسی هیچ تنباکوی اصلا مصرف نمی کنه، حتی در خود حرم سرام استفاده نمی کنن و اگر اشتباه نکنم امین اقدس بود اگر اشتباه نکنم من، یا یکی اون خانم گرجیش بودش که ناصرالدین شاه خیلی دوستش داشت، که میگه که این قلیون من کجاست و خانمش میگه که حرامه. ناصرالدین شاه خیلی عصبانی میشه، میگه کی حرام کرده؟ میگه همون کسی که منو به تو حلال کرده. این ماجرا خب شاید به ظاهر یه بحثی قرارداد تجاری بودش که باطل میشه، نهایتا ناصرالدین شاه مجبور میشه که باطل کنه این قرارداد، ولی آغازی است برای ورود تمام عیار ملایان به عرصه سیاست و قدرت در ایران. ملایان بعد از این یک اعتماد به نفس عظیمی پیدا کردن، چیزی که تا دوره قبلش اصلا امکان پذیر نبود. من تو بحث جنگ های ایران و روس عرض کردم که در همون جنگ دوم ملایان چه شور و هیجان ایجاد کردن و بعضی این شور و هیجان راه انداختن تونستن به فتواهای پیاپی رو صادر کنن. اینجا بعد از این قضیه با یک فتوا کلا مملکت رو حداقل در مورد تجارت تنباکو از کار انداختن. ملایان فهمیدن که دارای قدرت و نفوذ بسیار زیادی در داخل جامعه شدن و این ماجرا ادامه پیدا کرد. حتی در دوره مشروطه با اینکه ملایان دو دسته شدن، یک دستشون شدن ضد به اصطلاح مشروطیت که معروفترش همون شیخ فضل الله نوری بود و یه دشون مثل طباطبایی و بهبهانی طرفدار مشروطیت شده بودن، ولی اینا همچنان نفوذشون رو ادامه دادن. بعد از اینکه مجلس مشروطه شکل میگیره، قانون اساسی رو مینویسن، اولین قانون اساسی ایران، ملایان فشار میارن تا یک متممی به قانون اساسی نوشته بشه که در اونجا 5 مجتهد بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی نظارت کنن. البته این واقع هیچ وقت این عملی نمیشه و تا پایان دوره پهلوی چنین چیز امکان پذیر نمیشه. بعد از مثلا شورش 57 در قانون اساسی جمهوری اسلامی اون 5 به عنوان شورای نگهبان تعریف میشه و حتی نفوذ ملایان دوری بودش که تونستن در قانون اساسی رسمیت مذهب شیعه اثناعشری جعفری رو بگنجانن و اینکه پادشاه محافظ و نگهبان
آیین یا مذهب حقه شیعه جعفری اثناعشری هستش. به هر حال این در واقع میراث نکبتباری که امروز ما در واقع داریم، در واقع یکی از میراث های جناب ناصرالدین شاه قاجار هستش. بر روی با این مقدمه شروع می کنیم درباره زندگیش. ناصرالدین شاه متولد 26 تیر ماه 1210 هستش، یعنی 17 جولای 1831 میلادی در روستای کهنموی در نزدیک تبریز. البته شما اگر دوستان که تبریز یا روستای کندوان تشریف برده باشن میدونن شما وقتی که میخواید از تبریز برید به سمت کندوان، باید برید یک شهر کوچیک به اسم خسروشاه رد میکنید، بعد میرید میلان. از میلان هم اتفاقا شهری که تعداد بهایان خیلی زیادی داره، از میلان رد میکنیم میریم اسکو. اسکو که میپیچیم به سمت کند، چند اونجا روستا هست، اسفهلان، انگشتران، نزدیک کندوان یک روستا هست به اسم کهنمو. چون اون زمان در تبریز بیماری آمده بود، اگه شما نکنم وبا آمده بود، برای اینکه به اصطلاح این بچه صدمه نبینه مادرش اونجا برده بود اونجا و همونجا هم زایمان میکنه، در کهنمو به دنیا میاد. بعدش این ناصرالدین شاه فرزند محمد شاه قاجار هستش و جالب بدونیم که ازدواجی که شکل میگیره بین محمد شاه و همسرش در واقع دخترعمه 14 سالش بوده به اسم ملک جهان خانوم، بعدا مشهور میشه به مهدولیا، و این خانم 14 سالش بوده، داماد محمد شاه 12 سالش بوده. بعد در سال 1198 این ازدواج صورت میگیره که حدوداً 12 سال بعد، یعنی زمانی که محمد شاه قاجار 24 سالش بوده، ناصرالدین شاه به دنیا میاد. حالا چرا این اسمش رو به صلاح ناصرالدین شاه گذاشتن؟ ماجرای این تسمیه اسمش هم به این خاطره که در زمان به دنیا آمدن ناصرالدین میرزا، پدرش همراه با عباس میرزا در خراسان بود. در آخرین روزهای زندگی عباس میرزا، خب اینا رفته بودن به جنگی با ترکمن ها که در واقع اینا ایرانی ها رو به اسارت کشیده بودن، به بردگی گرفته بودن، موفق میشن که از این ترکمن ها قلقم بزرگ انجام بدن و 20,000 برده ایرانی رو آزاد کردن. به یمن این نصر و نصرت و پیروزی اسم بچه میشه ناصرالدین و اسمش که بعدن که شاه میشه ناصرالدین شاه. چیز عجیب و غریبی هم هستش که بچه های محمد شاه قاجار و ملک جان خانوم همگی میمیرند، یعنی ناصرالدین شاه هیچ به صلاح برادر تنی که نداشته، تنها یه خواهر تنی واسش میمونه که بعدن معروف میشه به عزت و دوله، که این عزت و دوله خانوم همسر دوم امیر کبیر میشه. به هر حال در 4 سالگی قرار میشه که در واقع ولایت عهدی رو به نامش بخونن. دوتا از عماش خیلی مقاومت میکنن، بهمن میرزا و قهرمان میرزا. این بهمن میرزا کسی که بعدا میره یه بلوایی را میفته، میره پرنده میشه به روسیه و میگفتن که این در واقع یک بهن پادشاهی که یک بچه 4 ساله رو ولیعهد کنیم. به هر حال محمد شاه قرار میشه که کفالت این بچه رو به دست همون عمو قهرمان میرزا بده و با دادن کفالت اینا رو راضی میکنه که آقا این بچه در تحت سرپرستی شما در شهر تبریز اونجا باشید. قهرمان میرزا راضی میشه و اولین ماموریتش هم در سن 8 سالگی انجام میده، یعنی قراره که برن به نیکولای اول تهنیت بگن. حالا تهنیت چی؟ که آقا شما بالاخره که زمین ها رو صاحب شدی در قفقاز، ما اومدیم بهتون تبریک بگیم که حالا مثلا به این منطقه قرار حکومت کنید، منطقه که مال ایران بود. و با امیر کبیر که اون زمان در واقع وزیر نظام آذربایجان بود، در واقع فرمانده لشکر کل آذربایجان، و محمد خان امیر نظام زنگنه میرن ایروان، اونجا دیدار نیکولای اول،
و نیکولای اول واسه جالب بود که این بچه آمده بود بهش تبریک بگه، اینو بغلش میکنه میذاره روی زانوش، 8 سالش بود دیگه ولیعت دیگه، و انگشتر الماس خودش رو در میاره و به عنوان هدیه به ناصرالدین میرزا هدیه میده بهش. به هر حال در 13 سالگی ایشون در واقع اولین بار با دخترموی پدرش به نام گلین خانوم ازدواج میکنه. به هر حال با گفتن این حالا مختصر از دوران به اصطلاح کودکیش، کم کم وارد دوره‌ای میشیم که محمد شاه در اثر نقرس، بیماری نقرس فوت میکنه. زمانی که اتفاق میفته ناصرالدین شاه فقط 17 سالش هستش. کشور به نوعی دچار تشنج هست به خاطر ماجرای به صلاح بحث جنبش باب هستش. از اون طرف مهدولیا مادرش در تهران قدرت رو در دست گرفته، حاج میرزا قاسی فرار کرده رفته بس نشسته. مهدولیا میرزا آقاخان نوری رو که حاج میرزا آقاسی تبعیدش کرده بود به کاشان فرار میخونه، اول میاد قم، بعد از قم پنهانی میاد تهران و به اصطلاح 45 روز این زن به نوعی در تهران اداره میکنه تهران رو، یا ایران رو بهتر بگیم، ایران رو اداره میکنه. خب محمد شاه قاجار در شهریور 1227 فوت میکنه، 22 شهریور 1227، و ناصرالدین شاه به کمک امیرکبیر، به کمک امیرکبیر، حالا ببینید وضع چقدر خراب بودش که اینکه مثلا ولیعهد بود، خزانه ولیعهد خالی بود، یعنی پول نداشتن که بیان تهران همراه با لشکر و حشم و نشم. آخر سر امیرکبیر از یک تاجر تبریزی 30,000 تومان قرض میگیره، 30,000 تومان قرض میگیره و اینها در طی مثلا نزدیک 40 روز خودشون رو به تهران میرسونند و به در مهر ماه 1227 ناصرالدین شاه بر تخت پادشاه ایران تکیه میزنه و خودش رو شاه ایران مینامه. ایشون حالا در مورد همسرانش که خیلی حرف و حدیث هست، از یه اشاره بکنم، ناصرالدین شاه 85 زن عقدی و صیغه داشتش، بعدش ارزم خدمت در حدود 42 تا فرزند ازشون، 42 فرزند داره که از اینا 14 تاشون در بچگی در فوت میکنند. شخصا هم آدمی بودش که هم به فرانسه، عربی، ترکی و انگلیسی تسلط کامل داشت، همچنین نقاشی، قشنگ نقاشی میکرد، بسیار زیبا خطاطی میکرد. هنوزم اگر تشریف ببرید به صلاح کاخ گلستان، آثار خطاطی و حتی شعرهایی که در واقع شعرهایی که خودش سروده، شعرهاش هم میتونید ببینید. و نخستین پادشاه ایران هم هستش که بیوگرافی خودش رو با دست خودش مینویسه. من یه قطعه از شعر ناصرالدین شاه هم براتون میخونم تا ببینید که طبع شعرش چجوری هستش. البته حالا دو سبکای مختلف شعر گفته، ولی خب به سبک حافظ و سعدی هم شعر سروده، به صلاح حالت غزل. خب تخلصش هم ناصر بوده، البته مقدار شعر ترکی هم داره ولی بیشتر اشعارش به فارسیه. میگه تا خرابات مغان بر در میخانه نبود، این دل غمزده را مسکن و کاشانه نبود. خرد و عقل اگر ناصح و مشفق نشدی، راه ریحانی ما ساغر و پیمانه نبود. راه با هجمیه، گر گناهکار نبودی به جهان روز جزا، از خداوند جهان عفو کریمانه نبود. در نظربازی معشوق اگر جان بدهند، گفت باید به جهان یک دل و دیوانه نبود. گر نباید که به کشتن برود طالب دوست،
عرصه شمع فنا مقصد پروانه نبود. یارب از چیست که در محفل جانانه ما هیچ کس جز من دل سوخته بیگانه نبود. هیچ شیدا چون من خسته فراغت نکشید. هیچ مرغی چون من افسرده و بیدانه نبود. این احوالاتی که از ناصرالدین شاه من نقل میکنم بیشباهت نیست به سید علی خامنه ای که طبع شعری هم داره، علاقه هم داره به شعر گفتن. همیشه یه سری از این شعرهای حکومت هم جمع میکنن، با هم مشاعره هم میکنن. ولی خب مثل ناصرالدین ویژگی مهمی هم داره، اینه که تا میتواند مانع از توسعه ایران میشود. ناصرالدین شاه در دوره بود که اصلاحات عثمانی شروع شده بود و حدوداً 20-30 سال بعد از آغاز حکومتش اصلاحات میجی در ژاپن آغاز شد. یعنی 30 سال بعد از که امیر کبیر شروع کرد اونا شروع کردن. ولی خب اونا به خاطر اینکه خائن در درون خودشون نداشتن مانند آن چیزی که در ایران وجود داشت، توانستن به ژاپن رو خیلی زود به تبدیلش به کشور مدرن و همچنین ابرقدرت اول منطقه شرق آسیا حداقل تا پایان جنگ جهانی دوم. الان کمی میدونیم قدرت اول صنعتی آسیا هستش. خب وقتی که معمولا ما درباره ناصرالدین شاه صحبت میکنیم، خب اولین چیزی که معمولا به یادمون میاد، به ذهنمون میاد، شخص میرزا تقی‌خان امیرکبیر هستش. یکی از اشخاص بزرگ تاریخ سیاست ماست، هرچند که در بین ایرانیان دوستان بهایی هستن از ایشون خوششون نمیاد، به خاطر که میگن که هم باب رو کشته هم تعداد زیادی از بابی ها رو از بین برده. این واقعیت داره. البته خب این ماجرا چرا در قضیه به این کشت و کشار رسید، حالا من در برنامه بعدی توضیح میدم خدمتون. ولی خب 7 تن از بزرگان میشه گفتش که بابی توسط امیرکبیر از بین رفتن، فکر کنم حروف حی بودن. خود همینچون داستان به صلاح خود قتل سید علی محمد باب در تبریز هم باز به دستور امیرکبیر و شخص ناصرالدین شاه انجام شد. به هر حال یک سری از مورخین یا کارشناسان بهایی اعتقاد دارن اگر امیرکبیر بابی ها رو از بین نمی برد به اون صورت، اصلاح اجتماعی ایران خیلی سریع صورت می گرفت. می گفت چون ما اعتقاد داشتیم به مدرنیته و دنیای جدید و خیلی چیزایی که در باب مطرح کرده بود چیزایی بود که ایران رو متحول کرده. ولی حال این حالا بذاریم واسه این بحث، بذاریم واسه برنامه های بعدی. در مورد خود امیرکبیر به صورت خاص حالا صحبت کنیم. امیرکبیر متولد 19 دی 1185 هستش و شوربختانه 20 دی، چیز عجیبی هم هست، یعنی روز قتلش یک روز بعد از روز تولدشه. 20 دی 1230 در واقع به قتل میرسه در حمام فین کاشان. در فقط در طی 39 ماه صدارت کارهای عجیب غریبی رو انجام میده. یعنی در کمتر از سه سال و میشه گفتش که 3 ماه و کارهایی که شاید خیلی ها چند قرن نتونست انجام بدن امیرکبیر عملی میکنه. برحال امیرکبیر سه تا دشمن داشت. مهدولیا بود مادر شاه، معاونش میرزا آقاخان نوری، میرزا یوسف خان آشتیانی حسابدار اعظم. دلیل در واقع به اصطلاح که چطور میرزا خان نوری میتونه نفوذ کنه برمیگرده به شورشی که سربازان آذربایجانی حدودا 2500 آذربایجانی به عنوان در واقع گارد پادشاهی آمده بودن و از ارگ شاهی محافظت میکردن. بعد از 4.5 ماه اینا شورش میکنن و خانه امیرکبیر رو هم محاصره میکنن و حتی 2 تن از محافظان امیرکبیر کشته میشه. چون تو این قضیه میرزا خان نوری دخالت میکنه و حتی امیرکبیر میبره خونه خودش پناه میده و قضیه رو حل و فصل میکنن با امام جمعه تهران،
این باعث میشه که بهش اعتماد میکنه امیر کبیر، حتی لقب اعتماد الدوله هم از شاه براش میگیره و متاسفانه میکنه معاون خودش. در مورد مهدولیا، حالا چرا اینقدر دشمنی داشت با امیر کبیر؟ خب دو تا دلیل مختلف. یک میگن که امیر کبیر در واقع تلاش میکرد دستش رو از قدرت کوتاه کنه، این زن به شدت جاه طلب و به شدت شهوتران. دومین قضیه بحثای جنسی هولوش این خانم هستش، که یکی میگن که در واقع این زن خودش تمایل شدیدی داشت به امیر کبیر، امیر کبیر اینو پس میزنه و یک کینه شدیدی میگیره از امیر کبیر، که حتی بعدها در دعواهایی که بعد از قتل امیر کبیر بین همسر امیر کبیر و همین مهدولیا صورت میگیره، یعنی دعوای بین دختر و مادر زن، یعنی دختر و مادر اینجوری بهتر بگیم، عزت و دوله مادرش رو متهم میکنه به این قضیه که تو در واقع مهر امیر رو بر دل داشتی، چون امیر رو پس زد تو رو، تو بهش از دلش کینه گرفتی. یک چیز دیگری هم هست، روایت دیگری میگه که این خانم حالا با این ور اون ور با شاهزادگان سر و سری داشته، با از مثلا رجال دولتی سر و سری داشته، از جمله با میرزا خان نوری. امیر کبیر اینو وهن در واقع حکومت و مملکت میدونسته که ملک مادر در واقع مادر پادشاه با هر شب با این مرد با اون مرد برنامه داشته باشه و اینو محدود میکنه، به شدت جلوش میگیره، که هم یه کینه شطوری در واقع نسبت به امیر کبیر میگیره و در صدد از بین بردنش برمیاد. حتی زمانی که در بهمن ماه، در بهمن ماه 1227، یعنی حدودا با مهر بخوایم بگیم در حدود 5 ماه بعد از پادشاهی ناصرالدین شاه، ناصر شاه از امیر کبیر تقاضا میکنه که با خواهرش ازدواج کنه. اون زمان امیر کبیر در حدود 42 سال داشته، عزت الدوله 16 سال. ازدواج دوم امیر کبیر هم بوده، چون امیر کبیر قبلا یک همسری داشته که در تبریز فوت میکنه و امیر کبیر به زمانی که به تهران میان مجرد بود، امیر کبیر با هم ازدواج میکنن و بعدها عزت الدوله به شدت هم به صلاح وفادارانه ازش دفاع میکنه و به شدت هم عاشق امیر میشه. به صلاح دو تا هم دختر داشتن که از حاصل این عشق و ازدواج، که یکیشون تاج الملوک با پادشاه آینده ایران ازدواج میکنه، یعنی با مظفرالدین میرزا، و دیگری با برادر ناتنی مظفرالدین میرزا یعنی ظل السلطان یا مسعود میرزا ازدواج میکنه، همدم و ملوک بوده، یعنی دیگه میشه با پسردائی های خودشون ازدواج میکنن و به نوعی دیگه پادشاهان ایران بعد از مظفرالدین شاه همه به نوعی نوادگان امیر کبیر هم محسوب میشن، یعنی هم محمد علی شاه و هم احمد شاه نوادگان امیر کبیر هستن. در مورد حالا وفاداری عزت و دوله و امیر کبیر، من یه نقلی از انگلیسی براتون میخونم تا با شخصیت این خانم آشنا بشید که برخلاف شخصیت مادرش چجور بانوی بوده. جاستین شیل، وزیر مختار بریتانیا در ایران، که خودش حالا در قتل و برکناری امیر کبیر دست داشته، حالا قتل نگیم بگیم نقشه برکناری، میگه که در مورد عزت و دوله میگه برای اینکه مبادا شوهرش را مسموم کنند، زمانی که تو کاشان بودن هر چه غذا می آوردن نخست خودش می خورد. ثبات اراده و خوی استواری که در همه مدت نشان داد شاید در هیچ زن ایرانی دیده نشده باشد، چه رسد به اینکه افراد فاسد خاندان قاجار که به آن تعلق دارد کسی شنیده باشد. یعنی به نوعی میای این قاجارا مثلا فاسدان، خیلی عجیبه که بین اینا یه همچین زنی ظهور کرده. یا یک مورخ انگلیسی به نام واتسون میگه تا حدی که تاریخ ثبت کرده هیچ شاه دخت پرورده دربار مسیحی که به درخشنده ترین فضائل اخلاقی و زناشویی خو گرفته باشد نیست که بیشتر از عزت و دوله عشق و فداکاری نسبت به شوهر نگونبختش نشان داده باشد. بعد همسر همون جاستین شیل وزیر مختار میگه که
شاهدخت بیوه امیر را با همان زنی که از اندرون برای در دام افکندن شوهرش فرستاده بودند به تهران بازگرداندند. بیدرنگ به حضور عزت دوله رفتم که مراتب احترام خود را نسبت به کردار ستوده و کم نظیرش ابراز نمایم. او لباس ساده ماتم بر تن داشت. جالبه که وقتی که ناصرالدین شاه در واقع اصرار میکنه که خواهرش با آمریکا بره ازدواج کنه، مادرش به شدت مخالفت میکنه و حتی زمانی که دختر رو میفرستن به خانه شوهر، یه خواجه با اون میفرسته که امیرکبیر، که جناب امیرکبیر چیز میشه در واقع متوجهش این جاسوسه، خبر میبره، خبر خونه رو میبره میاره و حتی به ناصرالدین شاه چند بار اعتراض میکنه که آقا اگه میشه شهر اینو از سر ما کم کنید، مثلا برای مخبری و جاسوسی اومده. این مخالفت سنگین مهدولیا نشون میده که در واقع این چیزی که دخترش بعدا گفتش که شما نظر داشتی در واقع به امیر، به حقیقت نزدیک هستش. به هر حال من یک لیستی از کارهای امیر رو میگم اگه وقت یاری بکنه. نخستین کاری که امیر کبیر انجام میده، تلاش میکنه کشور، شورش‌های متفاوت مختلفی در نقاط مختلف کشور راه افتاده بوده، در بلوچستان بود، انگلیسی ها بلوچ ها رو به صلاح تلاش میکردن که تحریک کنن. انگلستان توی بلوچستان خیلی نقش مهمی داشتش و حتی میدونیم که در جدایی قسمت از بلوچستان و منظم کردن اون به هندوستان که میدونیم الان قسمت بزرگی از پاکستان بلوچستان پاکستان هستش که از ایران جدا شده، نقش داشتن. سرکوب میکنه. دومیش در واقع همه بحث شورش بابیان بود که در چند شهر مختلف درگیر میشن و کشت و کشتارهای خیلی زیاد و وحشتناکی هم انجام میشه. و سومی هم شورش معروفی هستش که توسط پسر آصف الدوله، آصف الدوله وزیر که صحبتش کردیم در دوران فتحعلی شاه که نقش مهمی هم در شکست ایران در برابر روس‌ها داشت و از مهره های درجه یک بریتانیا محسوب می شد، این پسرش به اسم محمد حسن خان سالار در خراسان تلاش می کرد با اشاره انگلیسی ها خراسان را از ایران جدا کنه. نه اون قضیه هرات رو نمی خواستن این بار واسه مشهد اینا رو تکرار کنن که در واقع امیرکبیر با قاطعیت خاصی با این قضیه برخورد می کنه. و جالبی که انگلیسی ها تلاش می کردن این قضیه دوره محمد شاه امیر رو متوقف کنن که حالا بیای مصالحه کنیم فلان کنیم بهما کنیم، امیرکبیر رها نمیکنه تا اینکه به اصطلاح موفق میشن این آقا رو سرکوب کنن و به این قائله پایان بدن. جالبه که در اون قضیه که وقتی مثلا امیرکبیر یه شخصی مثل سلطان مراد میرزا رو میفرسته برای حکومت مشهد و سرکوب محمد حسن خان سالار، مردم مشهد در واقع سمت حکومت مرکزی بودن، سمت ناصرالدین شاه و امیرکبیر بودن، ملایان مشهد سمت محمد حسن خان سالار رو گرفته بودن. چندان سخت نیست یعنی که حدس بزنیم چرا این ملایان طرف سالار رو گرفتن. میدونیم این ملایان با چه حکومتی هم با روس هم با انگلیس داد و ستد داشتن و مشخص از طرف سفارت بریتانیا سفارش شده که طرف سالار رو بگیرید. بر روی ایشون نظام ملوک طوایفی رو در ایران تا حد ممکن تضعیف میکنه و سعی میکنه یک مرکزیت سیاسی نیرومند برای اولین بار بعد از آقا محمد خان قاجار در تهران ایجاد کنه. دومین اعاده امنیت اجتماعی در هم در مرزها و سرحد داد و هم در خود شهرها. مثلا در دوره محمد شاه قاجار به دلیل حالا میشه که اون ضعف و سستی حاج میرزا آقاسی و اون درویش مسلکی که داشت و روحیه غیر قاطعی که داشتش، شهر تهران کلا امنیتش از دست داده بود، شده بود مرکز اراذل و اوباش و چاقوکشی و لات بازی به قول من جاهل بازی و مردم حتی کسی جرئت نمی‌کرد شبا مثلا توی کوچه قدم بزنه.
امیرکبیر به سختی اینها رو قلقم میکنه، یعنی تمام اراذل لوباشی که اینا میگرفتن درجا گردنشون رو میزد. حتی یه جلسه میشه در داخل حکومت میگن آقا سلاح رو قدغن کنیم، امیر میگه نه سلاح آزاد باشه، بذار ببینم چه کسی جرأت داره که اون رو به کار ببره. و تا زمانی هم که امیر بود در زنده بود، هم در تهران هم در شهرستان ها امنیت بسیار بالای حاکم بود. دومی بحث تعدیل مخارج درباریان بود. امیر متوجه شد که به اصطلاح یک سری از درباریان و شاهزاده صرف این که مثلا از نسل فتلی شاه هستن، از نسل فلان کس هستن، یه مش در واقع آدم هایی که تنپرورن، هیچ کاری انجام نمیدن، منصب رسمی ندارن، یه علکی لقبی دارن و بابت لقبشون پولی هم دارن، پول هنگفتی هم دارن میگیرن. خب این قضیه رو جلوش گرفت و تا اومدم گفت ما 2 میلیون به صلاح ایران بودجش بود و هزینه این به صلاح ریخت و پاشا باعث شده بود که سالیانه خرج دولت 3 میلیون بشه، یعنی 1 میلیون تومان ایران کسری بودجه داشت. امیر وقتی جلوی اینا گرفت قضیه برعکس شد، یعنی بودجه ایران سالانه دولت رسید به 3 میلیون تومان، که این قضیه براش دشمنان بسیار زیادی فراهم کرد. یعنی میشه گفتش که تمامی اون شاهزاده هایی که بودن در دور قاجار تبدیل شدن به دشمنان خونی امیرکبیر، چون نه تنها جیر و مواجبشون رو قطع کرد، بلکه حتی لقب دادن و نمیدونم لقب بازی اینها رو هم کلا قدغن کرد که کسی بخواد مثلا لقب جدیدی بگیره یا چه میدونم رشوه بده به شاه و به بابت اون پولی که داده از شاه یک رشوه بگیره. و خودش امیر به شاه فشار می آورد و تو این قضیه ممانعت به عمل می آورد. حالا من در مورد اخلاق امیرم بگم، یکی از اشتباهات امیر بود. امیر یه اخلاقی که داشت همیشه، چون خب ناصرالدین شاه به نوعی از بچگی تو بغل امیر بزرگ شده بود و همه یه احساس پدری داشته سید ناصرالدین شاه، ولی خب به زمانی که ناصرالدین شاه دیگه پادشاه شد، دیگه خب پادشاه شده، ولی همون حالت رو رفتارها رو امیر نسبت بهش داشت و فکر میاد که هنوزم اتابک آذربایجان، حالا من کلمه اتابک رو به کار میبرم، این رسم اتابک برمیگرده به دوره سلجوقی ها. سلجوقی ها بچه های خودش رو میفرستادن در واقع ولایات مختلف، شهرهای مختلف، یک وزیر دانایی رو میذاشتن که در واقع این بچه رو سرپرستی کنه، کفالتش به عهده داشته باشه، که بهش میگفتن آتابای، که آتا میشه پدر، به بای میشه در واقع آقا، بعد این حالا فارسی شدهش میشه آتابک. بعدش امیرکبیر که هنوزم اتابک دستی، خب اون بالاخره شخصیت حالا متفاوتی پیدا کرده بود و خیلی این قضیه کم، یکی از دلایلی که باعث شد ناصرالدین‌شاه دلخور بشه از امیرکبیر همین رفتار آمرانه امیرکبیر بود، که حالا میرسیم به اون جایی که حالا ناصرالدین‌شاه یکی از برادرای ناتنی خودش رو به نام عباس میرزا رو در قم حکومت بهش میده، نمیخواست این آدم در تهران باشه، نگران بود به حضورش در تهران. امینم خیلی دوست داشت عباس میرزا رو و شاه وقتی که حکم میده و امیر میگه نمیخواد، شما بلند شو با ما بیاد تهران، و شاه خیلی بهش بر میخوره و حتی با هم به نوعی جر و بحث هم میکنن و این میشه به نوعی این جر و بحث ها، این حرف ها، این دلخوری ها باعث میشه که این سعایت ها، بدگویی هایی که از امیر میکردن پیش شاه تأثیر خودش رو بکنه. به نوعی میشه گفتش که، حالا من قبل از اینکه کارهای امیرکبیر رو، کارهای خوبش رو بگم، اشتباهاتش رو من میگم، به نوعی اشتباهاتش شباهتی داره به پادشاه فقید در زمان پادشاه خودش انجام داد. یکی این که در چند جبهه همزمان میچنگه، یعنی یک جبهه‌های بزرگی روی خوش باز میکنه، از کشاکش با دول خارجی با انگلیس و روس گرفته تا به صلاح درگیری با بابی ها
تا درگیری با شاهزاده ها، یعنی یه جبهه عجیب غریب جلو خوش باز میکنه. و تنها کسی هم که داشت که ازش حمایت میکرد فقط فقط یه تکیگاه داشت، اونم شخص ناصرالدین شاه بود و بس. و تا زمانی که ناصرالدین شاه حامی بود، پشتیبان بود، امیر میتازوند. زمانی که دستشو برداشت، امیر خیلی راحت سقوط کرد. دومی عجول بودن، شتاب زده بودن امیر بود. دقیقا همون طور که محمد رضا شاه خیلی به ویژه دهه 50 تلاش میکرد به سرعت هر طور که شده ایران سری برسونه به کشور صنعتی، و دیدیم خب چه نتایجی در برداشت. امیرم خیلی عجله داشت، خیلی زود این عقب ماندگی های عجیب غریب ایران رو جبران کنه. یعنی حالا من کارهای امیر کبیر رو میام برای شما بخونم، شگفت زده میشید که مگه ممکنه یک نفر در عرض 3 سال و 3 ماه این همه کار بتونه انجام بده. دومی اعتماد اشتباهش بود به میرزا آقاخان نوری، اعتماد دوله، همون اعتمادی که متاسفانه شاه به خائنین دوره بر خودش کرد و از اونها هم ضربه خورد. بعد رفتار تند همون که اشاره کردم و از بالا به پایین نسبت به شاه، که خب ما باز هم در زمان پادشاه فقیه دیدیم که همون به نوعی برخورد رو با کشورهای خارجی، شرکت‌های نفتی به نوعی داشتش. بعد غرور زیادی که پیدا کرده بود امیر کبیر، خیلی مغرورانه رفتار میکرد در برخورد با شاه که باعث شده شاه ازش دل سرد بشه. و حتی محبوبیت اجتماعی که پیدا کرد در یه اواخر عمرش، این باعث شد به نوعی ایجاد ترس بکنه. و همچنین یک اشتباه دیگه که بازم میشه که بینه اشتباهش مثل اشتباه شانشاه یا مهره، اینکه کادر سازی نمیکنه برای خودش. همونطور که محمد رضا شاه نرفت مثلا یک سازمان امنیت موازی برای خودش ایجاد کنه که یک سری از وطن پرستا دورش جمع بشن و در روز مبادا کمکش کنن، امیر کبیر همه کارها رو به نوعی خودش به تنهایی پیش می برد و از افراد وطن پرست حالا میتونست کادر سازی کنه، سازماندهی کنه، اینا رو به صورت یه ارگانایزی به وجود بیاد، یک سازماندهی شکل بده که بتونه با در به عنوان بازوهای این عمل کنند، متاسفانه از این قضیه غفلت میکنه. در صورتی که مثلا ما در همین برنامه که در مبدأ دوران شاه طهماسب بود، ما در اونجا میبینیم ملکه الیزابت اول، اولین کاری که میکنه اینا میخوان اون تکاپوهای استعمارشون رو شروع کنن، سازمان اینتلیجنس سرویس رو در واقع بنیانگذاری میکنه. این چیزی که امیر کبیر متاسفانه ازش غفلت میکنه. از اشتباهاتش بگذریم، برسیم به مثلا حالا درباره کارهای ارزشمند که انجام داد، چند تاش اشاره کردیم. و بعد روزنامه وقایع اتفاقیه. روزنامه وقایع اتفاقیه در این جهت بود که مردم ایران رو آگاه کنه، به بیداری برسونه، چون امیر میدونست در صورتی که مردم آموزش نبینن، به آگاهی نرسن، کشور به جایی نمیرسه. هم تلاش میکرد خود ناصرالدین شاه رو در واقع آگاه کنه و هم مردم رو. جالبه که در یکی از صفحاتی که یکی از شماره های روزنامه وقایع اتفاقی همین قضیه درج میشه که ما اینو در واقع چاپ نمی کنیم که مثلا یه پولی هزینه بشه یه از این نون بخورن، ما در واقع اینو چاپ میکنیم که آگاهی ملی و آگاهی مردم بالا بره. البته اون زمان خب میدونیم خیلی از مردم بی سواد بودن، روستایی هایی کسی میشه گفت 100% بی سواد بودن، در شهر هم تعداد آدم با سواد زیاد نبودن، ولی معمولا رسم بودش که آدم های با سواد روزنامه رو قهوه خونه، معمولا روزنامه میرفت قهوه خونه ها و افراد با سواد میومدن این روزنامه رو برای مردم میخوندن و مردم به صورت شفاهی و سینه به سینه مطالب روزنامه رو به همدیگه انتقال میدادن. بر روی من حالا از اقدامات دیگر امیر کبیر میتونم بگم برانداختن مسئولیت قضایی خارجی، اون کاپیتولاسیون که میدونیم در قضیه ترکمنچای، عهد ترکمنچای که مابرش همین کاپیتولاسیون بود، امیر کبیر جلوی این قضیه وایستاد و گفتش که فرق نمیکنه، این هر خارجی جرم مرتکب بشه همینجا ما محاکمه و مجازاتش میکنیم. یکی از دلایلی که خیلی نیروهای خارجی ازش
هم روس و انگلیس ازش خیلی ناراحت شدن، دلش همین داستان بود. دومین برانداختن آزادی تجارت بود. خب میدونیم باز هم روس های امتیازی که در ایران داشتند، اینکه بیان بدون گمرک اجناسش رو بیارن، و امیر جلو این قضیه وایستاد، گفت نه از همچین چیزی به اسم تجارت آزاد در ایران نداریم، هر دولتی میخواد در واقع محصولش بیاره باید و باید به صلاح گمرکش رو پرداخت کنه، مالیاتش رو به دولت پرداخت کنه. کار دیگه که انجام میده برانداختن قضیه تحصن بود، یک چیزی باب بود به عنوان به صلاح هر کس مثلا میخواست از دست دولت فرار کنه، هر مجرمی میرفت توی یک سفارت خارجی تحصن میشد، متحصن میشد و اون دولت رو حمایت میکرد. امیر یک مذاکرات خیلی سرسختانه با این دوتا سفارتخونه داشت، هم با روسیه هم با انگلیس، که آقا جون همچین داستانی رو نداریم، اگه بکنیم در واقع روابطمون به هم میریزه. بعد جالب خود هم میرزا آقا خان نوری زمانی که از قم میخواست بیاد تهران، این اول میره توی سفارت انگلیس متحصن میشه، تابعیت انگلیس رو میگیره، بعد میاد در واقع پست معاون صدر زمین رو میگیره. بعد از عرضم خدمتون که حمایت از صنایع دستی هستش، امیر مثلا جالبه بدونید شال کرمان رو در واقع دستور میده که در واقع این از لحاظ کیفیت کارهای در واقع تمهیداتی برای در نظر میگیری که این شال کرمان کیفیتش بره بالا. حتی این شال کرمان کیفیتش رفت بالا، معرفش به شال امیری. شال کرمانی که از محصولات مهم اون منطقه بود، از زمان سلجوقی ها صادر میشد به خارج از ایران، محصولات اولیش از همون پشم بزی بود که در همونجا پرورش پیدا میکرد. و جالب بدونید بعد از امیر انگلیسی آمدند به حاکم کرمان یه مبلغ رشوه دادند و تا بتونن فاسونی انگلیسی رو خیلی راحت در اونجا بفروشن. خب میدونید فاسون انگلیسی با چی تولید میشد؟ با کارخونه های صنعتی تولید میشد، کارخونه نساجی انگلستان، خیلی ارزون تموم میشد. گمرک هم خب وقتی پرداخت نشه دیگه خیلی ارزون تر تموم میشه و شال کرمان برای همیشه در ایران ور میفته. حتی امیر دستور میده که لباس نظامیان، با اینکه حالا دیگه لباس مدرن داشتن، گفته پارچش باید از شال مازندران تهیه بشه و خیلی اصرار میکرد وقتی که در کشور خودمون چیزی میتونیم تولید کنیم، نیازی نداریم که در واقع بریم از جنس خارجی مصرف کنیم. حتی یک سری استادکار رو به سن پیترزبورگ میفرسته و تا یه سری فنون مربوط حالا بلورسازی، کاغذسازی اینا رو یاد بگیرن و اولین کارخانه های صنعتی در ایران به دست امیر کبیر شکل میگه، مثل کارخانه بلورسازی در تهران، کاغذسازی اصفهان و کارگاه های چدنریزی و حتی نساجی. و جالبه که حتی این سردوشی نظامی ها قبلا در اتریش به صلاح ساخته میشد، میومد ایران دوخته میشد. یه خانومی به اسم خورشید بانو موفق میشه که سردوش نظامی ها رو بدوزه و آماده کنه و امیر اینقدر خوشش میاد 5 سال امتیاز سردوشی نظامی ها رو به این خانم واگذار میکنه. حتی کارگاه هم در واقع کمک مالی میکنه که کارگاهی در واقع این خانم باز کنه که سردوش نظامی ها در همونجا چیز باشه، در واقع تهیه بشه و دیگه به نیازی به اروپا نباشه. سر این کاراش انگلیسی ها به شدت از امیر به اصطلاح خشمگین میشن. یک مورخ انگلیسی، حالا میشه که از کارکنان سفارت انگلیس به اسم بینینگ، یه نوشته ازش به جا مونده یاد داشتی که با تندی از امیر یاد میکنه، میگه امیر علاقه مخصوص دارد که با تشویق صنایع ملی تمام صنایع خارجی را از ایران بیرون کند. این سیاست ناشی از کوته بینی وی است. این جالبه که چجوری داره بهش حمله میکنه. یا حتی روی معادن ایران، رو معادن طلا و نقره ایران سرمایه گذاری میکنه و اجازه نمیده خارجی ها به معادن ایران نزدیک بشن، حتی سرمایه گذاری کنن. و رو بحث توسعه کشاورزی کار میکنه، اولین سطحای به اصطلاح میزنه امیر کبیر، یکیش روی سطحی در
جنوب زده میشه به اسم سد روی جوخان کرخه به اسم سد ناصری. عرضم خدمتون که در گرگان روی گرگان رود با سد میزنن که کمک میکنه دشت وسیع از سراباد زیر کش بره، آب کرج رو انتقال میده به تهران. خب به البته این قضیهش از زمان حاج میرزا آقاسی شروع میشه. حاج میرزا آقاسی کلا مشهور به در واقع قنات سازی در تهران، تعداد بسیار زیادی قنات میزنه. خب میدونید که زمانی که فتحعلی شاه به سلطنت میرسه جمعیت تهران 20,000 نفر بود. بعد به خاطر اون ماجرای جنگ های ایران روس تعداد زیادی از مردم، با به اصطلاح باکو و گنج و داغستان مهاجرت میکنن میان تهران. در اندک زمانی جمعیت میشه 50,000 نفر. این قضیه هم باعث میشه که مشکل کمبود آب باشه و همین که آبا آلوده میشن و حتی چند بار سر این قضیه وبا میاد. حالا حاج میرزا آقاسی تلاش میکنه هم در قاب یه نهری بزنن که این نهر حدودا 4-5 متر عمقش بوده و حدود 1.5 الی 2 متر هم عرضش بوده که این نهر آب بیارن به سمت تهران. حالا یک مسئله هستش که میگن، احتمالا شنیدید که اگه واسه من آب نداره واسه تو نون داره. این برمیگرده به زمانی که این مغنی هایی که داشتن قنات رو میکندن به حاجی یا مثلا حاج میرزا آقاسی، میگن آقا ما هرچی میکنیم اینجا آب نداره، چرا الکی اینو بکنیم؟ حاج میرزا آقاسی میگه تو بکن، چیکار داری؟ برای تو، برای من آب نداره، برای که تو که نون داره. این مساج در از همونجا میاد. به هر حال امیر آب تهران رو در واقع کمک بونه تعمین بشه، این از کارهای معروفش هستش. و حالا یک سفیر انگلیس از کارهایی که امیر در اصفهان کرده یک یادداشتی داره که اینجا براتون میخونم، جالب باشه واسهتون. سفیر انگلیس که وقتی ناصر شاه و امیر کبیر در 1267 قمری میرن اصفهان، اینم با اونا میره، میگه در اراضی اطراف اصفهان تا چشم کار میکرد فرسنگ در فرسنگ کشت و کار بود. یعنی کشاورزی خیلی رونق داده بود امیر. و نباید فراموش کرد که تا همین اواخر خطه اصفهان را آشوب فرا گرفته بود. این تحول شگفت در این مدت کوتاه در خور ستودن است، و آن نیست جز اثر روش عادلانه نایب الحکومه اصفهان چراغعلی خان زنگنه که پیش از این نوکر شخصی امیر نظام بود. البته در شهر حالت ویرانی عمومی مملکت به چشم می‌خورد، اما از برزگران هیچ شکایتی راجع به زورگوی دیوان شنیده نمی شود. بعد یعنی می کشاورزا دیگه کسی از دولتی ها هیچ شکایتی نمی کنه. این از کارهایی که در واقع بسیار ارزشمندی که امیر انجام میده، سختگیری بسیار زیاد نسبت به هم کارمندان دولت هستش، چون بحث رشوه و به اصطلاح باجگیری بسیار امیر نسبتش حساس بود و مجازات بسیار شدیدی میداد، حتی در حد گردن زدن. و همچنین در مورد نظامی ها، چون میدون قبل از دوران امیر دورایی خب در ایران هرج و مرج بود، نظامی از مردم باج میگرفتن، ولی امیر کبیر تهدید میکنه که اگر کسی در واقع من بهتون حقوق میدم، حقوق مناسب میدم، و اگر ببینم که مثلا کسی دست درازه میکنه به مال یا از همه بدتر به ناموس مردم، در جا گردنش زده خواهد شد. حتی برای اینکه ببینه که این حقوق و مزایا به سربازها پرداخت میشه، گهگودای چون امیر خودش خب فرمانده چیز بود دیگه، لشکر آذربایجان بود دیگه، امیر نظام بود، به مسائل نظامی اشراف داشت، به قراولخانه ها میرفت، به قورخانه ها میرفت، با سربازا تک تک صحبت میکرد که وضعیت حقوقتون چجوریه که نسبت به رفتار و عملکرد افسران بالادست آگاهی پیدا کنه. به هر حال این اشاره هم شد در که چطوری دسترازی حکومتیان رو به مردم کوتاه میکنه. در دارالفنون هم خب میدونیم امیر کبیر میدونست که برای اینکه کشور بخواد تکون بخوره
باید دانش و آموزش در بین مردم رواج پیدا کنه. بعد برخلاف پیشینیان مثل عباس میرزا که جوانان رو به اروپا میفرستادن، امیر کبیر این کار انجام نمیده. کار عاقلانه ای هم بود، به خاطر اینکه خب این بچه ها میرفتن در سن کم میرفتن به اروپا و خیلی راحت بعضی هاشون جذب سیستم های امنیتی و جاسوسی اونجا می شدن. مثلا در مورد میرزا صالح شیرازی صحبت کردیم دیگه، میرزا صالح شیرازی کمی کاغذ اخبار رو چاپ می کرد، ایشون مثلا به عنوان فریمسون در واقع جذبش کردن، آورد در خود تهران دانشگاه دارالفنون راه انداخت و اساتید رو از اتریش و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه به اونجا آورد، در رشته‌های مثل رشته نظامی، پزشکی، معدن و داروسازی. و حتی جالبه کتاب‌ها و مقالاتی داد تهیه بشه در مورد مسائل نظامی که هم دانشجو اونها در واقع بخونن و هم فرماندهان نظامی که علم نظامیشون بالا بره. و جالبه بدونیم که در زمان امیر کبیر وقتی که به صدارت رسید، ایران چیزی به صورت رسمی 300 تا سرباز و افسر بیشتر نداشت. در پایان دوره 3 سال خورده ای 150,000 نظامی داشت. میتونید ببینید چه کار عظیمی در اون صورت گرفته. 150,000 تا، اگه بخوایم به وسعت این عدد متوجه بشین، اواخر عمر ناصرالدین شاه میزان جمعیت تهران 150,000 نفر بود. و به صلاح کاخونه توپسازی را میندازه در تهران، سالانه 1,000 تفنگ ساخته میشد، در اصفهان 300 تا، و کارخونه بارودسازی تبریز رو که اشاره کردیم در زمان جنگ های ایران و روس میرزا فتای مشهد و اراذل اوباشش که دروازه تبریز به روس باز کردن، حمله کردن به کارخونه بارودسازی تبریز، تخریب کردن، دوباره اونجا رو بازسازی کرد و باروت مورد نیاز ارتش ایران در همونجا تعمین میشد. و جالبه که اقدام میکنه به ایجاد نیروی دریایی، اول از خود انگلیسی ها میخوان و خب مشخص بود که انگلیسی اجازه نمیدن، لورد پالمرستون وزیر خارجه بریتانیا به شدت مخالفت میکنه و ایشون در واقع مترجم در واقع سفارت فرانسه رو که آقای به اسم جان داوود یا جان داوود صدا میکردن، ازش میخواد که ایشون هر جایی که تونست 3 تا کشتی در واقع بخار خریداری بشه و به ایران آورده بشه که باعث خشم شدید انگلیسی ها میشه. من این مطلبم در واقع واکنش انگلیسی هم براتون بخونم که چرا امیر داره در واقع اقدام به خریدن کشتی میکنه. خب بسیار انگلیسی از این اقدامات امیر کبیر سخت ناراحت شده و به وحشت افتاده بودند. وزارت خارجه انگلیس طی نامه به سفارت خود در تهران از خبر ایجاد نیروی دریایی ایران رسما ابراز نگرانی کرد و جویای راه علاج شد و کلونل میشل هم به طور رسمی بعد از تصدیق خطرناک بودن چنین وضعیتی برای بریتانیا کبیر، مقامات انگلیس را چنین دلداری میدهد. به احتمال بسیار قوی بعد از مرگ یا عزل میرزا تقی‌خان تمام نقشه‌های او راجع به احداث نیروی دریایی در خلیج فارس به بوته فراموشی خواهد افتاد. خب اینجا مشخص میشه که انگلیسی‌ها چه انگیزه‌ای برای نابودی امیر پیدا کرده بودن. خب من فکر کنم برای امروز کافی هستش. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم شهرام جان. این داستان به توپ بستن حرم امام رضا به وسیله روسا در چه دوره اتفاق افتاد؟ در دوره ناصرالدین شاه اتفاق افتاد؟ نه، دوره ناصرالدین شاه نیستش. این دوران میشه گفتش بعد از اشتباه نکنم دوره مشروطه هستش. دوره بعد مشروطه هستش که در واقع بعد از مشروطه است. بعد از یعنی اون دوران هرج و مرج که در رسیدیم هنوز میگه. نه. اوکی، مرسی. گفتم که قلم نیفته. مرسی، سپاسگزارم از لطفت و تایی داری بعد. سپاسگزارم. بدرود. قربان.